میکنم که شما لطف کردید تشریف آوردید روز شنبه رو. از انجمن سپاسگزارم برای تدارک همچین برنامه‌ای، به ویژه آقای دکتر ریموند رخشانی که زحمات زیادی رو برای تشکیل این کنفرانس دادن. یکی از اتفاقات خوب این کنفرانس دیدن یکی از دوستان سابق در بوستون بود، خانم دکتر مهرانگیز کار، که به باور من برنده واقعی جایزه صلح نوبل من از نظر من شما هستید. من نمیدونم، من شما میدونید که زمینه علمی من کار فیزیک هست و به یک معنا ساینتیست هستم، ولی به هر حال از معجزات انجمن استادان و پژوهشگران اینه که دارم در پنل جامعه شناختی صحبت میکنم و من آقای دکتر مهدی خیلی شگفت زده کردم که از پاورپوینت استفاده کردن، چون معمولا من وقتی سخنرانی های دوستان رو در حوزه های اجتماعی میشنوم هنوز به طرز خیلی سنتی مدل روحانیون حرف میزنم. بنابراین من تصمیم گرفتم که از پاورپوینت استفاده نکنم برای اولین بار توی سخنرانی هم. ازتون معذرت میخوام، ولی رو دست خوردم آقای دکتر مهدی از پاورپوینت استفاده کردن. بنابراین از این جهت از شما عذر میخوام، ولی سعی میکنم که بنابراین کافی سخنرانی اینترتینینگ باشه. موضوع صحبتی که من انتخاب کردم راجبش در ارتباط با مسئله و مبحث خرافه‌گرایی است در ایران امروز ما، بی‌دانشی و بارقه‌های امیدی که به نظر من در نسل جوان می‌بینیم. خانم کار از من پرسیدن که نسل جوان چرا تو این سالن نیستن و خودشون بلافاصله گفتن خوابن. نسل جوان ما متأسفانه در خوابه. ولی خب یه بارقه های امیدی هم هنوز هست. نسل جوان قدیم رو نگفتن. جوانی خب به فکر، نه به... البته، دقیقاً، دقیقاً. این حرف بسیار درستی است. اتفاقاً من میخوام یه تعریفی از جوانی همینجا بدم. اما اجازه بدید منم مثل دکتر مهدی اول تعریفی از خرافه بدم و بگم که خرافه چیه و تفاوتش با علم چیه. اول بذارید علم رو تعریف کنم. در مورد علم وقتی که من صحبت میکنم به علت اینی که ما ایرانی ها و به خصوص جهان اسلام تولید کننده علم نوین نبوده، بنابراین وقتی که ما از علم صحبت میکنیم معنی ساینس رو که در غرب میده نمیده. خواهش میکنم به این مسئله توجه داشته باشین. من توی سخنرانی که من میخوام استفاده کنم وقتی از علم استفاده میکنیم به معنای ساینسه. در غرب ساینس و ساینتیست تعریف بسیار مشخصی داره، کسی که کارش کار علوم دقیقه هست، یک سری ضوابط و روابطی رو باید رعایت بکنه. و در مورد کشور ما وقتی که ما راجع به علم صحبت میکنیم علوم فقهی هم جزشه. بنابراین میدونین اکثر روحانیون عالم فرزانه، دانشمند گرامی هم هستن و وقتی ما میگیم عالم به هیچ معنا معنی ساینتیست رو نمیده. بنابراین من وقتی که دارم از علم صحبت میکنم واقعا به مفهومم علم مدرن دارم ازش یاد میکنم، استفاده میکنم و بعد خرافه رو تعریف میکنم. بعد میخوام از سه تا رویداد مهم صحبت بکنم در تاریخ معاصر ما و نقشی که این سه رویداد در جهتگیری افکار و اذهان داشته. یکی از این رویدادهای علمی به دیدن عکس امام در ماه مربوط میشه. آخریش سال گذشته بود که در با دیدن عکس پپسیکولا در ماه مربوط میشد در ایران و آخریش پروژه پایان دنیا بود و واکنشی که ایرانی ها نسبت به این مسئله در داخل کشور نشون دادن. و بعد میخوام به مسئله انقلاب فرهنگی جدیدی که در کشور در شرف انجام هست و کاری که دارن با دانشگاه ها در داخل کشور در ایران انجام میدن صحبت بکنن و نهایتا قرار هست همه اینا رو در عرض 3-4 ساعت آینده براتون توضیح بدم که چطوری قرار هست که به من گفتن که من میتونم 4 ساعت صحبت کنم. آقای دکتر هلاکویی هم شاهده. براتون نهایتاً هم بگم که بالاخره سهم دولت آقای احمدی نژاد در خرافه گرایی و خرج در مورد خرافه چیه و اصولاً چه برداشتی میشه در این زمین. اجازه بدید که من از
یک تعریفی بدم اول در ارتباط با تقسیم بندی که من میتونم انسان‌ها رو از نظر آموزشی بکنم. البته من خیلی متواضعانه میگم از نظر آموزشی، ولی شاید از نظرهای دیگه هم تو همین تقسیم بندی بشه جا داد. از نظر آموزشی به نظر من انسان‌ها رو به طور مترادف به این دسته ها تقسیم میکردن، یا انسان‌ها رو میگفتن که آدم‌های بی‌سوادی هستن، یا کم سواد هستن، یا من میگفتن با سواد هستن. بنابراین کم سواد و بی سواد و کم سواد و با سواد تقسیم بندی بود که به طور متعارف انجام میشد. اما من فکر میکنم در اواخر قرن 20 به وضوح و در اوایل قرن 21 میلادی میشه ظهور یک طبقه جدید رو دید تقریبا در سطح دنیا و به خصوص در کشور ما، و اونها طبقه بد سواد هستن. برای اینکه این مثال مشخص تر بشه، درست مثل کسانی هستن که فکر کنن با خوندن کتاب‌های تاریخی آقای ذبیح الله منصوری حالا تاریخ‌دان شدن و میتونن به اونها استناد بکنن برای رویدادهای تاریخی. بنابراین یکی از مشکلات عمده‌ای که ما داریم کسانی هستن که ممکنه مدارک حتی بالا و والا هم داشته باشن، اما بسیار بد فهمیدن، اصالت علم رو نفهمیدن، فلسفه علم رو نمیدونن، و چون مدارک دانشگاهی هم دارن اظهار نظر هم میکنن، و برای خیلی هم این اظهار نظرها چون بر اساس مدارک دانشگاهی هست پذیرفته شده است. میدونید که ما خوشبختانه کشور مادرمون کشوری هست که یک دکتر رئیس جمهورش هست، و بنابراین تصور کلی میتونه این باشه به خاطر دکترای تخصصی که ایشون داره باید وضع بهتر هم باشه، در صورتی که میبینیم عملا اینطور نبود. اما اجازه بدید که چون گفتم اول در مورد خرافه میخوام صحبت بکنم و اینکه خرافه چه نقشی رو در سیستم فکری انسان‌ها داشته و به خصوص در مورد ایران، تعریف خیلی ساده‌ترش اینه خرافه هم باوری است که ما انسان‌ها داریم، ولی از نظر ما اون باور به هیچ وجه منافاتی با فکت‌ها و حقایق علمی نداره. خیلی ممنون. مثلا فرض کنید که هنوز در فرهنگ ما ما توجیه هم براش میاریم، از نظر خیلی ها فرض کنید در فرهنگ انسانی در زدن به چوب قرار معجزاتی رو انجام بده برای ما، و همه ناخودآگاه این کار رو انجام میدن. مواد شیمیایی که تو چوب هست تا جایی که ساینتیست ها میدونن قرار نیست هیچ معجزه‌ای رو برای ما انجام بده، ولی این کار رو ما انجام میدیم. یا اینکه خب ما اسفند دود میکنیم برای اینکه بلاها رو از سر ما دور بکنه. اما خیلی جالبه همین گروه، همین طایفه که باورهایی داره که فکر میکنه از نظر اونها خرافه نیست، باورهای دیگران رو به راحتی بهش انگ خرافه میزنن و انگ باورهای غلط رو میزنن. یعنی خودمون ایرادای خودمون رو نمیتونیم ببینیم، باورهای غلط و برداشتهای نادرستمون رو نمیتونیم ببینیم، اما برای بقیه دیدن اون باورهای غلط خیلی راهکار راحتی است. بنابراین اگر هم دقت کرده باشید معمولاً پیروان یک آیین و دین و یک باور خاص خیلی راحت از ادیان دیگه ایراد میگیرن و باورهای اونها رو به چالش میکشن و از نظر خودشون باورهای خودشون هیچ نوع نگرانی نداره، و از این جهت این اختلاف وقتی به وجود میاد که سیستم درستی برای سنجش اینها وجود نداره. اون سیستم درست رو تا جایی که ما میدونیم فقط علم در اختیارمون میذاره و اون خردی که همراه علم میاد. در چند سال اخیر شاید جزء معدود کشورهایی باشه که در جمهوری اسلامی بعد از به خصوص اومدن آقای، البته این با اومدن امام شروع میشه، ولی بعد از اومدن آقای احمدی نژاد شاید یکی از معدودترین کشورهایی در دنیا ما باشیم که دولت خرج میکنه برای اعتقادات خرافی. از این جهت بی نظیر، وگرنه خب میدونیم خرافات در همه فرهنگ ها در همه ملل وجود داره، در خود آمریکا کم نیست، در انگلستان و اروپا هم زیاده، اما دولت ها تمام کارشون این هست که مبارزه بکنن با اعتقادات و باورهای خرافی. ولی تا جایی که من اطلاع دارم در جمهوری اسلامی تنها کشوری است که رسما از دولت پول خرج میشه برای اشاعه تفکرات خرافی،
شما میدونید یکی از بزرگترین دستاوردهای اخیر دولت آقای احمدی نژاد این هست که ما به صادرات امامزاده رسیدیم در ایران. امامزاده بیژن فرض کنید، یکی از امامزاده هایی هست که هر جور فکرشو بکنید چطور امامزاده میتونسته فامیلش بیژن یا اسم کوچکیش بیژن باشه که یک واژه فارسی است. و چیزهای از این نوع. و به قول سازمان اوقاف ما الان 7000 امامزاده، نزدیک به 7000 امامزاده جدید پیدا کردیم در ایران. و از همه مهمتر اتفاقاتی که فرض کنید داره در جمکران میفته، یعنی بودجه عظیمی که داره در جمکران خرج میشه. حتی آقای احمدی نژاد در زمانی که در مسند شهرداری تهران بودن میدونید نقشه راهی رو تهیه کرده بودن که نشون میداد امام زمان به چه ترتیب قرار هست بیاد. در سخنرانی اخیری هم که آقای احمدی نژاد انجام دادن اشاره کردن به زنده باد بهار که منظورشون این هست که به زودی آقا امام زمان ظهور خواهند کرد. و خب این در تقابلی است که با کسانی که اعتقاد دارن الان زمان حکومت نایب امام زمانه، یعنی آقای خامنه‌ای. ولی خب آقای احمدی نژاد و دوستانشون به دنبال خود امام زمان هستن. این تقابل در از همینجا داره شکل میگیره که بالاخره اول امام زمانه یا نایب امام زمانه. واقعیت این هست که اگه شما دقت بکنید و تاریخ معاصر ما رو نگاه بکنید، در دوره قاجار کشور ما به علت نبود نیامدن علم مدرن در ایران و اگر هم اومده به طرز بسیار غلطی اومده، افکار خرافی و باورهای خرافی موج میزنه. نوعی که فرض کنید که هنوز قرار هست که انسانها درمان بشن به شکل کاملا سنتیش داره انجام میشه. مفهوم پزشکی مدرن هنوز به ایران نیامده. خب با تأسیس دانشگاه تهران و اومدن علم مدرن تغییراتی در این سیستم ها داده میشه. اما به نظر من یکی از بازگشت های مهم جامعه ما به عصر خرافی درست در زمان انقلاب هست. در زمانی که عکس امام در ماه دیده میشه و صحه اون رو نه مردم عادی که تحصیل کرده ها میگذارن که عکس امام در ماه دیده شده، و اخیراً هم در روزنامه های دولتی به خصوص روزنامه کیهان آورده شده که آثاری بر روی ماه دیده شده که نشان دهنده از این هست که ماه به دو نیمه شده و این عکس ها عکس هایی است که توسط سازمان فضانوردی و هوانوردی ملی آمریکا یعنی ناسا گرفته شده و اونها هم تایید کردن. و حتی گفته شده که فضانوردهایی به علت دیدن جوش خوردگی که در سطح کره ماه به وجود اومده مسلمان شد. خب شما میتونید همه اینها رو با یک پیجویی ساده متوجه بشید که هیچ کدوم از فضانوردها متاسفانه به فقه شیعه روی نیاوردن. حالا ممکنه به سمت دین دیگه‌ای رفته باشن ولی شیعه نشدن در هر صورت. اینجوری که فرض کنید روزنامه کیهان داره اعلام میکنه. برای من اینکه کسانی این رو میگن، چون در همین آمریکا هم خیلی کسا چیزایی گفتن. سال پیش یک آقای کشیشی اعلام کرد که 22 اپریل آخر دنیا خواهد رسید. یه عده‌ای رفتن هر چقدر پس انداز کرده بودن رو خرج کردن، آخر دنیا به پایان نرسید. بعد ایشون گفت آخر دنیای مخفی بوده، 22 اکتبر آخر دنیای واقعی اتفاق میفته. و یه عده واقعا از خدا بی خبر رفتن این مردمان از خدا با خبر رو سرشون رو کلا گذاشتن و گفتن چون قرار پایان دنیا برسه و شماها که خدا از خدا خبر دارید قرار هست رو بوده بشید و به آسمان ها برسید اتفاقی نیفته. و این انسان های با خدا خیلی نگران بودن که چه اتفاقی برای حیوانات اهلی خونشون میفته. این انسان های از خدا بی خبر قبول کردن که در ازای یک مبلغ بسیار گزافی حیوانات اهلی اینها رو در اون مدتی قرار به پایان دنیا برسه براشون نگهداری بکنن. چیزی بوده ساعتی $1000 ازشون گرفته بودن برای اینکه حیوانات اهلیشون رو نگهدارن. به هر حال این کاریه که بی خدایان معمولا انجام میدن و با خدایان شاکی میشن از مسئله. بنابراین همونطور که گفتم در همه فرهنگ ها و در همه ملل البته که افکار عجیب و غریب وجود داره، البته که افکار خرافی وجود داره، اما پذیرش اون توسط جامعه به نظر من
نکته دیگری است. من به خوبی یادم میاد اون موقع دانش آموز سال سوم چهارم دبستان بودم وقتی که انقلاب اسلامی در حال رخ دادن بود که معلم مدرسه ما از ما خواهش میکردن که شبا بریم به روی پشت بوم و عکس امام رو در روی ماه ببینیم و اگر لای قرآن هاتون رو باز بکنید موی امام دیده میشه در اونجا. خب باور عمومی، اقبال عمومی هم حالا شاید شما بگید که بهانه‌ای بود برای اینکه با حکومت وقت مبارزه بکنن، اما به باور من از استفاده از بعضی بهانه‌ها میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و پیامدهای بسیار نابود کننده‌ای داشته باشه. به نظرم پیامد این باورها دشمنی واضحی بود که بعد از انقلاب با مسئله علم و دانش به وجود اومد و انقلاب فرهنگی که با بسته شدن دانشگاه‌ها به وجود اومد. بسته شدن دانشگاه‌ها در ایران صدمه بسیار زیادی به از نظر اجتماعی و فرهنگی به جامعه ما زد. اینکه حداقل 150,000 نفر به طور مستقیم از بسته شدن انقلاب فرهنگی متأثر شدن، اما به نظر من هنوز یک تحقیق علمی واضحی نشده که چقدر انسان‌ها، چقدر جوان‌های زیادی که می‌تونستن با ادامه تحصیلاتشون در دانشگاه‌ها شاید به سمت بسیاری از گروه‌ها و فرقه‌های سیاسی نمی‌رفتن و درگیر اون فرقه‌های سیاسی نمی‌شدن که بعداً به جبهه‌های اعدام برن، شاید این اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر که بشه هزینه‌های انسانی اقتصادی این رو یک زمانی به شکل علمی و مستند بررسی کرد، شاید بشه باور کرد که انقلاب فرهنگی فقط بسته شدن دانشگاه ها در 3 سال نبوده. اینکه 150,000 نفر استاد و دانشجو از دانشگاه ها تسلیه شدن فقط به اونجا ختم نشد. پیامت های اون بسیار زیاده. خیلی جالبه. میدونید که انقلاب فرهنگی که در ایران اتفاق میفته بسیار شبیه به انقلاب فرهنگی هست که در چین اتفاق میفته. وقتی انقلاب فرهنگی چین رو با انقلاب فرهنگی که در ایران اتفاق میفته مقایسه بکنید، به یک نتیجه خیلی جالب میرسید. هنوز که هنوزه در چین یک بخشی از علم گم شده است و در زمانی بوده که در غرب در اون بخش از علم داشته پیشرفت‌های بسیار زیادی انجام می‌شد، به خاطر اینکه در اون زمان دانشگاه‌های چین بسته بوده و اونها محروم بودند از دست یافتن به اون آخرین پژوهش‌ها و اطلاعات علمی که در اون زمان داشته در کشورهای غربی اتفاق می‌افتاد. بنابراین کاملاً محروم شدن از این مسئله. نمونه خیلی خیلی جدیدترش رو که شما آشنا هستید اتفاقی است که در دولت فخیمه آقای بوش افتاد. در دولت ایشون به خاطر باورهای بسیار زیاد مذهبی که وجود داشتن، پژوهش‌های روی میدونید استم سل یا سلول‌های بنیادی متوقف شد. یعنی به کمک نو محافظه‌کاران در آمریکا حتی از نظر پژوهشی در این زمینه خاص حتی از جمهوری اسلامی عقب افتاده. اینها واقعیت هایی است که وجود داره بر اساس آمار و ارقام. و یک زمانی چنین حرکاتی میتونه یک جامعه ای رو به کلی از حرکت رو به جلوش باز بداره. بنابراین به نظر من توجه به این مسئله بسیار مهمی است. من میخوام یک نقل قولی رو از استیون هاکینگ بکنم که به باور من بسیار بسیار این حرف عمیقه. میگه بزرگترین دشمن نالج، دشمن دانش و معرفت بیدانشی نیست، بیعلمی نیست، بلکه توهم داشتن دانشه. این خیلی به نظر من حرف عمیقی هست. یعنی این که شما فکر کنید که من برای همین حالا آقای دکتر مهدی و دکتر و دیگر اساتید آقای دکتر هلاکویی اینجا هستن، ولی بعضی اوقات فکر میکنم شاید ما بهترین بخت و اقبالی که داشتیم به دموکراسی برسیم در زمان مشروطیت بود که بیشتر مردم بی سواد بودن، یه عده نخبه داشتیم که شاید اونا میفهمیدن من چیکار میکنم. همونطور که الان آقای دکتر مهدی گفتن به تعداد جمعیت ما بلکه دو برابرشون ما تعاریف متفاوت از دموکراسی داریم و هر کدومشون فکر میکنن تعریف خودشون تعریف درست دموکراسی هست. و اون همون داشتن توهم دانش هست، نه اینکه واقعا بی دانش هست.
این مسئله‌ای که باعث شده که به نظر من در فرهنگ ما جا بیفته، فرهنگ ما رو باعث شده که مبتنی بر علم نباشه. وقتی که من این فرهنگ رو میگم مبتنی بر علم نباشه، اصلا حرف من نیست که ما فرض کنیم یک ایرانی داشته باشیم که تمام جمعیت ساینتیست باشن. خیلی خیلی کشور خسته کننده ای میشه. کی حوصله یک آدم خسته کننده ای رو داره که بیان صحبت های علمی بکنه؟ اصلا حرف من این نیست. حرف من این هست که ما بتونیم کشوری رو به وجود بیاریم، جامعه ای رو به وجود بیاریم که حرفاش بر اساس مستندات باشه. در همین شهر خود ما بسیاری هستن کسانی که اکثرشون بسیار القاب و مدارک بالا و مدارج بالای علمی رو هم دارن، ولی اگه دقت بکنید میبینید که حرفاشون بر اساس مستندات نیست، بر اساس شنیده هاست. این از همون فرهنگ دیرپای سینه به سینه نقد شدن ما میاد و اون فرهنگ ساده تره. چون شما وقتی که فرهنگتون فرهنگ شنیداری و گفتاری باشه، کمتر فکر میکنید به نسبت فرهنگی که هلاکویی باشه. حواستون نیست، خواستم موشتون رو بگیم. تا فرهنگی که نوشتاری باشه، تا فرهنگی که مجبور بشید برای نوشتن، اصولا برای نوشتن آدم مجبور بیشتر فکر کنه تا حرف زدن. در مورد همین کنفرانس من مجبورم برگردم، به علت این که برای من جالب بود واکنشی که نسبت به این کنفرانس داده شد. و البته آقای دکتر ریموند رخشانی، دوست همکار گرامی، سعی کردن که با یه تواضعی بگن. من جای ایشون بودم اصلا این تواضع رو به خرج نمیدادم. واکنشی که جامعه ما در نسبت به این کنفرانس نشون داد، واکنش یک جامعه بی سواد بود. یک جامعه که اصلا از فرهنگ علمی بویی نبود. نمیفهمه که در فرهنگ علمی شما میتونید کسی که باهاش از هر جهتی حتی ممکنه از نظر عقیدتی باهاش مخالفت داشته باشید، بتونید بیاریدش در یک محیط علمی و باهاش حرفاشو بشنوید، سانسورش نکنید. ولی چون از اونجایی که ما خیلی دموکراسی میخوایم و دموکرات هستیم، هر کسی که مخالف ما حرف میزنه رو شما اصلا غلط میکنید، دعوتش میکنید، بدونی که اصلا بدونی فرایند انتخاب سخنرانها به چه ترتیب بوده. من فکر میکنم این فرهنگ غیر علمی که ما در ایران داریم که در تمام سطوح میشه دید، یعنی اگه دقت بکنید سیاستمداران ما، فعالین و کوشندگان سیاسی ما، همگی از یک چیز مهمی در کمبود هستن و اون نداشتن پایه‌های علمی است که باید در مدارس یاد میگرفتن و نگرفتیم. تفکر انتقادی، اندیشه انتقادی در واقع وارونه گرفتی. من 5 دقیقه وقت دارم؟ من رفتم روی 1 ساعت، 5 دقیقه وقت دارم، ببخشید. پس بذارید این رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم که به علت نبود تفکر انتقادی، وقتی که تفکر انتقادی نباشه، شما بتونید هر چیزی که حتی اسمش مقدسه به پرسش بگیرید و به چالش بگیرید، یک دنبال روی خاصی رو پیدا میکنید. گفتم براتون یه مثالی بزنم. میدونید که مسئله پایان دنیا در سال 2012 مطرح بود در همه جا. یکی از جاهایی که اعلام کرده بود که پایان دنیا قطعا اتفاق نخواهد افتاد، سازمان هوانوردی و فضانوردی ملی آمریکا، ناسا بود. بنابراین ناسا موضعش از روز اول بسیار مشخص بود که این مسئله اصلا پایه علمی نداره. ایمیلی در بین ایرانی ها میچرخید که بنا به گفته سازمان ناسا 3 روز تاریکی اتفاق میفته و دنیا به پایان میرسه. خب دنیا متاسفانه به پایان نرسید بر اساس اون چیزی که قرار بود برسه. واکنش ایرانی‌ها چی بود؟ میدونید که صفحه فیسبوکی ناسا داره رسما، دوست داشتید بهش سر بزنید. رکیک‌ترین فحش‌ها رو ایرانی‌ها در روی صفحه فیسبوک ناسا به فارسی هم می‌نوشتن که شماها که وقتی از علم چیزی حالیتون نیست چجور گفتید که دنیا قراره که به پایان برسه. من داشتم فکر میکردم اگر که این دوستان آمریکایی، میدونی که ما ایرانی ها ناسا رو یه جوری فکر میکنیم مال ایرانی هاست، واقعیت اینه که مال ایرانی ها نیست. ایرانی ها اونجا کار میکنن ولی مال ایرانی ها نیست. من داشتم فکر میکردم که اگر این دوستان غیر ایرانی که در ناسا کار میکنن از همکاران ایرانیشون بخوام بپرسن که هموطنای شما راجبه این مسئله چی نوشتن و بیاین برای ما ترجمه بکنه، اون موقع فرهنگ والایی آریایی اسلامی
کوروشی، داریوشی، امام علیمون رو کاملا به جهانیان داریم نشون میدیم. یعنی شما رکیک ترین حرف ها رو میتونستید در روی این فیسبوک ببینید، فوش های بسیار زننده ای که هم از داخل کشور هم از خارج کشور به نهادی که اصلا جالبش اینه اصلا هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته. ما همیشه در موقع سوراخ‌ها رو گم کردیم. من وقتم تموم شد، می‌خواستم دو تا مثال دیگه هم بزنم، شاید در بخش پرسش و پاسخ. وقتم تموم شد یا وقت دارم؟ دو دقیقه دیگه. بزنید در این دو دقیقه یک مثال دیگه بهتون بزنم. پدیده پپسی کولا. در تابستان سال گذشته در ایران اعلام شد که قرار هست تصویر پپسی کولا در روی کره ماه دیده بشه. تصور من این بود با توجه به اینکه ما تصویر امام رو یک بار در ماه دیدیم و دیدیم که به چه سرنوشت خوبی رسیدیم، این بار دیگه مردم بالای پشتوان ها نخواهند رفت که به دنبال در واقع لوگوی پپسی کولا در روی کره ماه بگردن. متاسفانه جمعیت بسیار زیادی در ایران نمیشه آمار گرفت، ولی جمعیت بسیار زیادی به روی بالا پشتوان ها رفتن و بعد هم شاکی شده بودن از شرکت پپسی کولا که چرا تصویر پپسی کولا رو ندید. از اون جالبتر یه دهی گفته بودن دیدن. به نظر من این نشان دهنده باز این هست که ماها چقدر دوست داریم باورهایی که ساده میشه پذیرفت رو قبول بکنیم. ذریح امام حسین که در ایران ساخته شد در مسیر طولانی از راه زمینی به عراق رفت. جمعیتی که در اونجا خودشون نشون داد به نظر من نشون میداد که ما در چه وضعیتی قرار داریم. ذریعی که اگه حتی قرار بوده متبرک بشه هنوز بشه، امام حسین هم که نرفته که متبرک بشه، که بذارید اول اونجا برسه و بعد برید ببوسینش، ولی این اتفاق نیفتاد. من چون گفته بودم راجع به بارقه های امید هم میخوام صحبت کنم، اجازه بدید بهتون بگم که من در یک زمانی یک ویدیو کلیپی رو در بین زمان تنفس نشون میدم که کار بچه های داخل کشور هست. گروه های در روی فیسبوک های داخل کشور به وجود اومده، کار جوان هایی هستن که در اقلیت مطلق هستن ولی برای من بسیار امیدوار کننده است. در بیرجن کلاس هایی تشکیل شده در ارتباط با اصالت و فلسفه علم و در مورد علم، شبه علم و خرافه صحبت میکنن. در مورد روانشناسی فروید مقابل روانشناسی یونگ صحبت میکنن. جوان ها همه زیر 24-5 سال هستن و گروهی رو به وجود آوردن در روی فیسبوک به نام گفتمان نو. گروه دیگه روی فیسبوک هست، ستاد مبارزه با چرندیان، جوان های زیر 30 سال هستن. من خواهش میکنم شما برید به این صفحات سر بزنید، از این بچه‌ها حمایت کنید. ستاد مبارزه با چرندیات وقت بسیار زیادی رو می‌ذارن برای اینکه با چرندیات مبارزه کنن و اون چیزایی که ماها فکر می‌کنیم جزء واقعیت‌های مسلم اجتماعی ما هست. صفحه دیگه بر روی فیسبوک هست، آنچه می‌خواهن تو ندانی. 30,000 عضو داره. بچه‌های کار بچه‌های مشهده. کارشون فوق‌العاده است. اینا همه داخل ایران هستن. کارهایی که می‌کنن فوق‌العاده است. یعنی واقعا من عشق به چشمام میام هر موقع میبینم که اینها در ایران ها، چون میدونید در همین در لس آنجلس یه عده‌ای هنوز میترسن راجع به خیلی از مسائل حرف بزنن، این بچه‌ها در داخل ایران شما برید روی فیسبوک های اینها رو نگاه بکنید و ببینید چه نوع فعالیت هایی دارن انجام میدن و با چه شجاعتی دارن انجام میدن. کسی دیگری هست که من متاسفانه نمیتونم بیش از این اسم ببرم که به چه ترتیب فیسبوک و ویدیو کلیپ های درست میکنه به نام من خدا هستم. گرچه صدای ایشون صدای پیریست و یک جوان 26 ساله است که این انیمیشن ها رو داره انجام میده و مبارزه داره با خرافه گرایی میکنه. بنابراین همه اینا رو گفتم، اما احساس میکنم که اندک شرری هست هنوز به قول اخوان. ممنونم از فرصتی که دادید. من قبل از اینکه پرسش ها رو بخونم میخوام یک مسئله رو بگم که مهمه، یه جورایی به حرفای دکتر مهدی هم مربوط میشه. 10 دقیقه فرصت دارم. بله. کارت من پیدا شد؟ نه، من به من کسی چیزی نگفت. الهام غیبی هم متاسفانه من ندارم. به هر حال لطف بکنید اگه کارت شناسایی من تو جیبتونه به من برش گردید. در داستان ها اومده که یک شخصی بود که بسیار بر علیه به نظر من در حوزه سیاسی و اجتماعی هم در مورد خیلی ها صادقه. شما این داستان رو دقت کنید. در داستان ها اومده که یک شخص، راوی این داستان بسیار معتبره، یه برنده جایزه نوبل بوده. در داستان ها اومده که این شخصی بوده که به هیچ خرافه ای اعتقاد نداشته و خرافه گرایان رو مسخره میکرده و
و کسانی که باورهای غلط داشتن. یک روزی اون کسی که این داستان رو نقل میکنه میگه من رفتم خونه اون شخص و دیدم که در خونش نعل اسب زده. میدونید که در باورهای اروپایی ها نعل اسب خوش شانسی و خوش اقبالی میاره. در واقع این داستان رو نیلز بور پدر فیزیک کوانتومی که برنده جایزه نوبل هم هست تعریف میکنه. میره به در خونه این شخص و میگه که ای بابا تو که هیچ وقت به خرافات و اینا اعتقاد نداشتی، چرا تو دیگه نعل اسب زدی؟ میگه من هنوزم اعتقاد ندارم، اما شنیدم که حتی برای اون کسایی هم که به نعل اسب اعتقاد ندارن خوش شانسی میگن. حالا حکایت به نظر من در مورد خیلی آدم ها این هست که به اون چیزی که میگن ظاهر قضیه است و یا نه باور دارن. از من سوال شده که از آنجایی که خرافات بخشی از فرهنگ و مذهب در ایران بوده است، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ ما این خرافات را در بین ایرانیان خارج از کشور هم می‌بینیم بسیار بیشتر و بنابراین این خرافات فقط دولتی نیست. نه، خرافات گفتم در همه فرهنگ‌ها و همه دولت‌ها وجود داره، ولی اینکه دولت‌ها پول خرج بکنن برای اینکه خرافه گرایی گسترش پیدا بکنه، یعنی به جای دانش بین، وظیفه دولت‌ها دانش گستری است، به دانش گستری کمک کنن، به ساینس پاپولاریزیشن کمک کنن، نه اینکه به خرافه گرایی و گسترش خرافه گرایی کمک کنن. با من به نظر من خیلی مشخصه، سعی کنیم که اولا این فرهنگ کتاب خوندنمون رو بالاتر ببریم. این خیلی خوبه، به بچه‌هامون هم یاد بدیم که کتاب بیشتر بخونن و در واقع به قول جورج کالینز ما به بچه‌هامون یاد بدیم بخونن و نه فقط بخونن، بلکه یاد بگیرن که بپرسن و نه تنها بپرسن، همه چیز رو مورد پرسش قرار بدن. یاد بدیم بهشون که هیچ چیزی و هیچ کسی مقدس نیست، همه چیز قابل پرسش و به چالش گرفتنه. این میتونه خیلی کمک کنه و اینجور مسائل معمولا راه‌های آمپولی خیلی فوری نداره. از حالا اگر ما تصمیم بگیریم شاید 150 سال دیگه کشوری داشته باشیم که روشن فکر دینی بفهمیم مثلا نمیتونه وجود داشته باشه. منظور از فرهنگ علمی چیست؟ فرهنگی که بر اساس اصول علم طراحی شده باشد. آیا فرهنگ مجموعه ایست که بر اساس اصول ثابت شده علمی ساخته و به مردم اطلاق میشود؟ آیا فرهنگ مردم غرب علمی است؟ فرهنگ علمی فرهنگی است که شما در همون دوره های دبستان و دبیرستانتون یاد میگیرید که به اصطلاح اون فرهنگی است که بر اساس فرهنگی که ابو ریحان بیرونی یک معنا، حالا دکتر ایدرزاده اینجا هستن میتونید ازش ایشون بیشتر بپرسید در مورد این مسئله، و بعد فرانسیس بیکن پایه‌گذار اون هستن، یعنی در واقع اصول علمی، روشمندی علمیه و اون بر اساس مشاهده است، بر اساس این است که شما باید بتونید دلایل و مستندات قوی برای پذیرش یک چیزی داشته باشین، نه اینکه چون آقامون گفته ما میپذیریم. بنابراین فرهنگ علمی غربی به یک معنا به خاطر آموزش هایی که دیدن در کل این هست، یعنی ببینید قطعا در غرب هم مثلا ما یه نفری مثل آقای مکارتی رو داشتیم که در راه سیاه مکارتیزم باعث شد که بسیاری از استادان نخبه آمریکایی مجبور به ترک آمریکا شدن به خاطر اون نوع نگرشی که نسبت به نگرش ایدئولوژی که نسبت به آزاداندیشی فکری و علمی داشت. ولی در کل به نظر من ساختار کشورهای پیشرفته مبتنی بر فرهنگ علمی است. وگرنه ما اینجا در آمریکا میدونید آقای چند نفر شما آقای پت رابرتسون رو میشناسن، یه چیزی تو مایه های مصباح یزدی خودمونه اگه خواستیم بدید. بنابراین میتونید سخنانی های ایشون رو گوش بکنید چون کانال تلویزیونی هم دارن و ولی میدونید عملا میدونید در وقتی هم در هایتی زلزله اومد ایشون معتقد بود که به علت این هست که اونجا مسیحی نشدن و اینها شیطان در روح این مردمان هایتی وجود داشته که زلزله اومده. خب این حرف خیلی تفاوتی با کسانی که ما اونور در داخل ایران میبینیم نداره. ولی ببینید همین نکتهش این است که اینها تصمیم گیرنده های اصلی کشور نیستن، سیاست گذاران کشور نیستن. اگر یه همچین اتفاقی بیفته من فکر می‌کنم همه ما باید از این کشور مهاجرت کنیم. از من سوال شده که تفاوت بین اسپریچوالیتی و ساینس
تفاوت بین اسپریچوالیتی و ساینس وجود دارد و هر کدام جای خود دارد. در مورد پیشرفت انسان و قوی کردن انسان‌ها در مورد مشکلات زندگی خود، خداوند منبع انرژی وجود ماست. در نتیجه شناخت صحیح بدون خرافات او ایجاد ایمان بیشتر به او می‌شود. نظر شما چیست؟ من نظر خوش نسبت به اسپریچوالیتی ندارم. متأسفانه کسایی هم که دیدم اسپریچوال بودن، من تجربه خوبی نداشتم. تجربه من بوده. حالا اجازه بدین راجع به این چون یه مقدار شخصیه صحبت نکنم. علل رویکرد جامعه به خرافات چیست؟ رابطه دین و خرافات چیست؟ رابطه به نظر من دین و خرافات رابطه نزدیکی است، به خاطر اینکه چه در سیستم باورمندی دینی چه در سیستم باورمندی خرافی شما به یک نوع حقیقتی اعتقاد دارید که اون حقیقت نزد شماست و نزد کسان دیگر هم نیست. برخلاف رهیافت علمی، در رهیافت علمی هیچ وقت شما حقیقت رو ندارید. در رهیافت دینی و خرافی شما حقیقت رو دارید و هر چیزی هم که پیدا میکنید، هر سند جدیدی هم که پیدا میکنید در تایید اون حقیقت است که شما دارید. امروز هر کشف علمی که بشه در تایید اون تفکری است که من بهش باور دارم. در صورتی که در تفکر علمی شما حقیقت رو ندارید، هر کشف جدیدی که بشه، هر تئوری جدیدی که بیاد شما رو میتونه یک قدم نزدیکتر به اون حقیقت نهایی بکنه، ولی هیچ وقت شما به اون حقیقت نهایی نخواهید رسید، بلکه نزدیکتر و نزدیکتر میشید. این یک تفاوت بسیار عمده است که شما در علم و رویکردهای دینی و خرافی میبینید. من میگم اشتراک رویکردهای دینی و خرافی به زعم من در همین هست که شما فکر میکنید که یک حقیقت مطلقی وجود داره و شما یا دارندگان و یا باورمندان اون دین و یا حالا اون کس گفتم اون کسایی که به خرافات اعتقاد دارن، خودشون که نمیدونن به این خرافه اعتقاد دارن، که ماها هستیم که فکر میکنیم خودمون خرافه نداریم، بقیه دارن. بنابراین هر کسی که به اون سیستم باورمندی که اعتقاد داره که فکر میکنه حقیقت مطلق نزد اونه، اون به نظر من شما هم در ادیان میتونید ببینید، هم در بین کسانی که خرافه گرا هستن. علل رویکرد جامعه به خرافه چیست؟ وقتی که نبود اندیشه انتقادی باشه، نبود پرسشگری. فرهنگ ما یک فرهنگ پرسشگر نیست، فرهنگی است که همه چیز رو میپذیره. در نتیجه چون فرهنگ پرسشگری درش وجود نداشته، فرهنگ علمی و ما تولید کننده علم مدرن هم نبودیم. یکی از حتما دکتر رخشانی راجع به این صحبت خواهند کرد، یکی از انقلاب هایی که به مدرنیته میانجامه و مدرنیسم مسئله انقلاب های علمی و فکری هست. بعدش تازه شما انقلاب دینی و انقلاب صنعتی رو میبینید. ما در کشورهای خاورمیانه و اسلامی هیچ وقت انقلاب های علمی و فکری رخ نداده و به نظر من تا رخ هم نده، من اصلا سر از پروتستانتیزم اسلامی در نمیام. من نمیفهمم. متاسفانه فکر کنم وقتم پایان رسید برای اینکه جواب بدم.